علاقمندان میتونن به تاریخ مراجعه بکنن، اسناد توطئه جهانی رو بخونن، مورد بررسی قرار بدن تا ببینن شریعت مداری چه کار کرد برای اینکه به تصویب برسونه یک جنایتکاری رو با نام خمینی در ایران، چون مردم ایران خمینی رو نمیشناختند، شریعت مداری رو میشناختند، مردم ایران مرعشی نجفی رو میشناختند، مردم ایران فرض بگیرید در بعد مسائل سیاسی طالاقانی رو میشناختند، بهبهانی رو میشناختند، طباطبایی رو میشناختند. به دلیل اینکه خمینی در درجه اول مرد کثیفی بود و بکراندش و پرونده هایی که از این شخص به عنوان تجاوز، به عنوان حمله کردن به زن شوهردار، به عنوان چاقو کشی و اینها در اسناد ساواک بود، شخص منفوری بود. حتی خانساری زیاد مایل نبود که این شخص به عنوان شاگردش ازش نام ببره. باز میگم مراجع شیعه یا در دفاتر شیعه، تمام اسنادی که اینها در ساواک قم موجود بود توسط اعدام شخصی با نام معینی که رئیس ساواک قم بود و بعد جایگزینی اون 6 ماه قبل از این توطئه جهانی به فرستادن شخصی با نام معینی که در رأس ساواک قم بود و از تمام زد و بندهای اینا آگاه بود، عوض کردن این شخص با شخص دیگه و بعد از پیروزی اعدام افراد این چنین، تمام پرونده ها رو نابود ساختن. باز برگردیم به اشخاص، شریعت مداری کجا رفت؟ بهشتی، باهنر، کسانی که در آموزش و پرورش حتی دوران پهلوی دستی داشتن، کتاب‌های دینی رو اینا ترسیم می‌کردن، می‌نوشتند و به خورده بچه‌ها می‌دادند. چه اتفاقی به سر بهشتی می‌افته؟ بهشتی که به زبان انگلیسی هم نسبتاً آشنایی داشت، تحصیل کرده دوران روحانیت بود، مدافع حکومت اسلامی بود، مدافع حتی ولایت فقیه بود، اما ولایت فقیه رو به گونه دیگه‌ای که خودش دوست داشت ترسیم می‌کرد. چه اتفاقی بر سرش افتاد؟ چه اتفاقی بر سر مفتح؟ چه اتفاقی بر سر مطهری افتاد؟ مطهری که اومد در تلویزیون و در رابطه با ولایت فقیه و نقش ولایت فقیه صحبت کرد و دقیقاً بعد از این گفتگو 2 هفته بعد ترور میشه. چرا؟ به خاطر اینکه می‌خواستن اصل ولایت فقیه رو بر پای خمینی بنویسن و بعد این سیستم رو از بالا به پایین هدایت بکنن که یک نفر آسمانی است و بعد به شکل هرم از بالا به پایین هدایت بشه. یکی پس از دیگری در رژیم‌های مافیایی کسانی که چنین رژیم‌هایی رو روی کار میارن، به دلیل اینکه از بالا به پایین هست، ریشه در خاک نداره، ترور میشن یا محو میشن. طالاقانی که خودش اول دروغ به مردم گفت، ما حجاب مردم و خانم‌ها رو کاری باش نداریم، ولی وقتی که به قدرت رسیدن تا دندان مسلح شدن، من صحبتاشو براتون پخش میکنم که ببینید چه جنایت دیگری کاشت. دروغ آخوند رو دارم خدمتتون عرض میکنم، و وقتی دروغ گفت، دقیقاً بعد از اینکه این دروغ رو گفت، دیگه کسی حرفاشو در رابطه با خمینی که گفته بود آب بر مجانی، برق مجانی، نان مجانی رو دیگه کسی تحویل نگرفت. بعد از چند مدت در دانشگاه تهران که سخنرانی داشت، دقیقاً در یک حادثه‌ای که پماد پشتش میمالن توسط کشور روسی و توده‌ای‌ها کشته میشه. شما نگاه بکنید، تمام افرادی که خمینی رو روی کار آوردن، از زمانی که از هواپیما وارد میشه، از قدزاده بگیرید، از بنی صدر بگیرید، از بهشتی و باهنر بگیرید، از مراجع متفاوت بگیرید، از مشکین، هر کسی که باعث و بانی روی کار آمدن خمینیزم در ایران شد، یکی پس از دیگری جان باختن، 2 نفر جان سالم به در بردن، 2 نفری که تمام این زد و بندها بر پای این 2 نفر بود، رفسنجانی و در نهایت خامنه‌ای که شما دیگه اسناد مشخصش رو اینجا دارید می‌بینید، کلاه برداری و کلاه گذاشتن بر سر این مردم یکی پس از دیگری. چرا؟ به دلیل اینکه ما ملت باورمندی هستیم، بر یک اساس و شعور و عرف و معرفت به معنای واقعی ما پایبند بودیم و هستیم. همیشه هم خدمتتون عرض کردم، ملتی که کت خدا رو قبول داشت و وقتی که بارها دزدی ازش میشه، بارها بهش تجاوز میشه، بارها تیر باران میشه، وقتی که میاد و میبینه رد پای روی برف جای پای کت خداست، اول باورش نمیشه، ولی بعد از دیدن تمام این اسناد دیگه عقب مانده ترین ذهن یک فرد هم به این نتیجه میرسه که آنچه که اتفاق افتاد توسط این نابکاران بود و میبایست یکی پس از دیگری حذف بشن، اونم به دست مردم، مردمی که دانا شدند و متحد. آن چیزی که در صحنه تاریخ براتون توضیح دادم تا به امروز عین واقعیت هست. من هیچ موقع دخل و تصرفی در انتهای داستان زندگی خودمون با شما نخواهم داشت. در نتیجه گیری تمام صحبتام شما رو به تاریخ واگذار میکنم، شما رو به آینده میسپارم، ولی ازتون درخواست میکنم چند بار تمام این صحبت‌ها رو گوش بکنید و برید لابلای
از گوگل بگیرید تا کتاب‌های تاریخی برید باز کنید بخونید ببینید که چه بر سر ما اومده. آنچه که بر سر ما آوردند قدرتی است که بعد اسمشو الهی گذاشتن و امام زمان و به سمت خدا از طرف خدا فرستادنش روی ولایت فقیه و بعد آوردنش 70 تا آخوند و بعد این چتر ولایت فقیه رو انداختن رو سر مردم که در واقع چادر سیاه و گور به گوری بود که جامعه ایرانی رو نابود کرد. آنچه که من و ما میخوایم برای جامعه دقیقا برعکس این کاره. دقیقا یعنی ریشه در خاک بودن. بارها خدمتون عرض کردم هرچه تبر زدی مرا زخم نشد جوانه شد. میدونید چرا؟ به دلیل اینکه ریشه در خاک دارم، ریشه در آب و خاکم دارم، ریشه در تاریخم دارم. آن چیزی که میخوام استوار بشه در آینده ایران و استوارش خواهم کرد و میخ تاریخی رو خواهم کوباند دقیقا همین ریشه در خاک داشتنه. فرق بزرگی میان زرتشت و سایر کسانی که اومدن به قول خودشون میگن از طرف خدا اومدیم، کاری به مسائل مذهبیش ندارم، با احترام به همه ادیان و باوران اینها، 3500 سال پیش فیلسوفی با نام زرتشت از جامعه ایرانی به پا خواست و خدایی رو کشف کرد، فهمید که در ورای این طبیعت، ورای این کره زمین انرژی و قدرتی وجود داشته که آورندگان این زمین و کهکشان بوده. نه کسی بهش نازل شد، نه کسی از طرف بالا اومد، بلکه به دلیل اینکه ریشه در خاک داشت از خاک آغاز کرد و سرایید سه عصر رو که بعدها با نام سپاس در جامعه ایرانی شروع به کار کرد رو پایه‌گذاری کرد. پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک. پندارت درست باشه، فکرت درست باشه، از دهانت حرفای زیبا و نازنینی بیرون خواهد آمد و حرفای درست تو را مجبور خواهد کرد به دلیل اینکه فکر درست داری، حرف درست میزنی، عمل درست رو هم انجام بدی. و این شد سرنوشت جامعه ایرانی که بعد از 1000 سال ما به کوروش میرسیم، پایه‌گذار حقوق انسانی و مدنی درون کشور. چرا؟ به دلیل اینکه کوروش بر پایه تمدن ایرانی و فرهنگ ایرانی پایه‌گذاری شد و ریشه در خاک داشت نه در آسمان. وقتی که شما محوریت رو از خاک پایه‌گذاری میکنی دقیقا مثل ساختمونیه که میخوای، فرق نمیکنه، میتونی 1000 طبقه ساختمون بسازی ولی همون مقدار باید بکنی بری پایین نسبت به تناسب ارتفاعی که میخوای بالا بری. یعنی هر چقدر میخوای به سمت آسمان بری میبایست ریشه در خاک داشته باشی. این اصول هندسیه، اصول ریاضیه، همون چیزی که خمینی بهش میگفت مال خره، همون چیزی که امروز از آخرین متد و آخرین استعدادها استفاده میکنه حکومت اسلامی برای ضربه زدن توی ایرانی ثروتمند که فقیر نگهت داره در تمام مسائل. یعنی از آخرین استعدادهای جهان به خصوص در دنیای سایبری، موشکی و غیره استفاده میکنه که تو رو نابود بکنه، اما میاد در نماز جمعه به تو چی میگه؟ میگه آقا درد داری، برو خودتو ببن به درخت، برو فلان امامزاده شفا بگیر. اما شاهرودی میاد مغزشو عمل میکنه، میگه من روده درد داشتم ولی بازم آلمانه میره. کسی نیست بپرسه که مردک تو اگر این نسخه ها رو در طول تمام این مدت برای این مردم پیچیدی چرا خودتو نمیبندی به درخت؟ چرا خودتو به یکی از این امامزاده ها نبستی؟ با بهترین امکانات 10 تا ماشین اسکورتت میکنن میارنت آمریکا و میبرنت یا میارن آلمان میبرنت و بعد باز هم دروغ میگی چون شما ذاتن مرد نیستید. و من خوشحالم با یک عده نامرد طرفم، یک عده نامرد، چون جنگ با این نامردان بسیار راحت. دشمن رو شما راحت میشناسید، خونش رو میریزید، رحمی هم به این دشمن نمیبایست چون اینها ایرانی نیستند، اینها متعلق به کشور من و شما نیستند، اینها از باورهای جامعه ایرانی استفاده کردن در زد و بندهای جهانی که بتونن خون ملت رو بمیکن و این میبایست متوقف بشه توسط شما مردم. میبایست همونطوری که در گذشته تونستیم کشور رو بسازیم در دوره های متفاوت از ریشه آغاز بکنیم و پایه‌گذار حقوق انسانی و مدنی بشیم که هر سیستمی، چه جمهوری دموکراتیک چه پادشاهی پارلمانی میخواد آغاز به کار بکنه، از پایین به سمت بالا بره
که دست خود مردم باشه، نه از بالا فرمان بیاد، که اینها انقدر بالا بردنش که هر آنچه که جلادان و صفاکان و جنایتکاران میگن، میگن از طرف خدا اومده، خودشونو متصل میکنن به خدا. ببینید حقارت افراد و حقیرتر از این افراد کسانی هستن که اینها رو باور داشتن. و این مطمئن بدونید که عقل سلیم و سالم و حتی انسان مذهبی اینها رو باور نمیکنه. حتما باید جاشون گرم باشه، حتما باید منافعی داشته باشن که اینگونه از دستورات حمایت میکنن. از شماها سپاسگزارم که سر تا سر کشور، به خصوص درون کشور، دارین به این صحبت ها گوش میدید. اینها صحبت های اساسی است و پایه ای است که شما میبایست بدانید. برای پسگیری کشور میبایست شمشیرها را از رو بست، آگاهانه از رو بست و ایستادگی کرد. چرا که ما با سیستمی طرفیم که ریشه دوونده در مغز جامعه ایرانی و از باورهاش داره استفاده میکنه. اول نشون بهش بدیم که ما با مذهب شما به جنگ نیستیم، دقیقاً میخوایم شما آزاد باشی نسبت به آنچه که بهش میگی مذهب، خودت و خدات، هر آنچه که دوست داری در میون بگذار، بدون اینکه کسی بتونه بهش بی احترامی بکنه. اما وقتی که دست مذهب در بانک، حساب‌های بانکی، حساب‌های زندگی شما، حساب‌های شخصی اجتماعی قرار میگیره، در واقع داره جیب تو میزنه. شما دلخورید که این مردم به جهنم برن یا بهش؟ بذارید تکلیفش با خود خداش معلوم بشه. شما چه کار حسنی که دست در نفت و گاز ما داری، افرادو میارید دست و پاشونو قطع میکنی به عنوان دزدی؟ اگر این گونه باشه، دزدان بزرگ که باید قطعه بشن از قبیل خامنه ای و غیره. 92 میلیارد دلار پول ملت ایران در همین بانک‌های خارجی است. شما شعارها رو بر پایه مرگ و اینوان میدی. چرا صداتون در نمیاد در رابطه با پول‌هایی که در بانک‌های خارجی هست متعلق به ملت ایران، ملت ثروتمند ولی فقیر نگه داشته شده؟ ولی حقیقتاً عمر شما به پایان رسیده. من این رو خدمتتون عرض بکنم، ما خواهیم جنگید. برای رسیدن به پیروزی از جنگ دست بر نمی‌داریم. این رو هم باید خدمتتون عرض بکنم. نافرمانی مدنی به این معنی است که شما داستان رو گرفتید و دیگه نمیخواید برده باشید، متوقف میکنید چرخ اقتصادی کشور رو و بعد شمشیرها رو از رو میبندید، میایید وسط خیابون، میگه آقا کشور متعلق به منه، خاک متعلق به منه، آب متعلق به منه، و تو حتی از باور من، از مذهب من، از خدای من هم استفاده کردی و سوء استفاده تا بتونید جیب بچهای منو بزنی، ما رو در فقر نگه داشتی و ثروت ما رو به تمام این کشورهای خارجی ریختی. چیزی رو که من پیشنهاد کردم و به راحتی میشه انجام داد و تا به امروز هم انجام دادم، نه فقط به صورت حرف بلکه اجرایش کردم، هدفم بوده با سایرین. گفتم آقا هدف ما سرنگونیه، کسی مشکلی داره؟ همه گفتن نه. هدف بعدیم رفراندوم هست، کسی با رفراندوم مشکلی داره؟ هیچ کسی نمیتونه مشکلی داشته باشه. اگر کسی با رفراندوم بعد از سرنگونی حکومت اسلامی مشکل داره، یعنی به درد این کار و راه ما نمیخوره، پس ملت به راحتی میتونن بذارنش کنار. بحثا رو باید کوتاه کرد. بارها خدمتتون عرض کردم، نگاه نکنید چه کسی چه قشنگ صحبت میکنه، نگاه کنید ببینید کجا پیادتون میکنه، آخرش چی. همین، بگید آقای سازمان ایکس، آقای فلان، آقای برنامه ساز، آقای مفسر ایدئولوژیکی ایکس و ایگرگ، آخرش چی؟ میگن بله این حکومت باید بره. بسیار عالی. خب بعدش چی؟ میگن بعد اون کسانی که ریگ در کفش دارند میان چی میگن؟ میگن آقا ما را از صده ها سال پیش به این ور آوردن، من میخوام فلان حکومت رو پایه‌گذاری بکنم. یعنی مردم هیچ، همون حرفی که خمینی میزده منتها به شکل دیگه ای به شما میخورونن. یعنی ما از 40 سال استبداد مذهبی بیایم بیفتیم دوباره توی یک استبداد دیگه ای که یک تفکر، نه حقوق مدنی، یک تفکر درونش هست. و من بارها بر سر این ایستادم، تفکر رو بگذارید کنار، ما پایه‌گذار حقوق مدنی و انسانی درون کشور هستیم توسط نمایندگان جامعه ایرانی امروز که با قوانین حقوق انسانی، حقوق بشر و جهان متمدن که میخواد به تکامل بیشتر دست پیدا بکنه همگام بودیم و هستیم و خواهیم بود، بدون توهین به مذهب، بدون سرکوب مذهب، بدون طرفداری از مذهب، بدون دشمنی با مذهب، بدون طرفداری از نوع ایدئولوژی خاصی، بدون جنگ با ایدئولوژی خاصی. هر سازمانی، هر گروهی، هر دسته‌ای، هر فردی، هر کسی که مدعی است خودشون رو جامعه معرفی میکنه، در یک فضای آزاد جامعه با داشتن تمام این تجارب گوش میده، نگاه میکنه، دوست داشت میپذیره، دوست نداشت ردش میکنه. ما وقتی که میگم تکامل میباید پیدا بکنیم، و من سعی کردم در تمام سالهایی که
پشت میکروفون قرار گرفتم با جامعه هم صحبت بکنم که این جامعه رو به سوی تکامل هلش بدم، اینه که شما اگر چیزی رو دوست نداری بهش فحش نده، ناسزا هم نگو، بگذار مردم قضاوت بکنن. ما این همه تاوان پرداخت کردیم که کسی پروانه نداشته باشه بخواد بیاد خط و نشون بکشه یا تهدید بکنه یا بخواد حرف اضافی بزنه. مطمئن باشید من و ما تا زمانی که زنده هستیم پروانه نخواهیم داد کسی دیگه‌ای بخواد بیاد یا اشخاص دیگه‌ای بخوان بیان به خاطر داشتن رسانه، به خاطر داشتن نفوذ، به خاطر داشتن پول، به خاطر زد و بند سوار بر گرده مردم ثروتمند ولی فقیر نگه داشته شده بشن. تمام تجربیاتم رو تا زمانی که زنده ام در اختیار جامعه قرار میدم و از جامعه میخوام که سرش بالا باشه، که به دور از تعصب سرش بالا باشه، یعنی خرد رو پیشه بکنه، تعصب رو کنار بگذارید. من از این خوشم میاد، نگاه بکنید ببینید چی برای آینده خوبه، با تمام دانشی که از تاریخ آموختید امروز رو پایه‌گذاری بکنید برای فردا. ما قهرمانان بزرگی در تاریخ داشتیم و داریم که امروز قهرمانان زنده ما هستن اما همه رو کشتن. اگر کسی بخواد قهرمان پروری بکنه یا خودش رو به عنوان یک قهرمان نشون بده میخواد شارکش رو بزنن. این کاری بود که تا به امروز در حق من و ما انجام دادن. اما خدمتشون عرض کردم هر چه تبر زدی مرا زخم نشد، زخم نشد، جوان شد. من همه زاری منم، خسته خسته تنم، برای های های من زخمی تو بهانه شد. مردم دانا و متحد شکست.